کینه نیاکان ما به عنوان یهودیان ایرانی در اصل در ایران بوده، در ایران بوم بوده، 2700 سال میرسه، یعنی که از دوران ما آشور و کلده و بابل رو و پارسیان همینطور روم و یونانیان گرفته تا اعراب و غیره، همیشه ما در کنار یکدیگر همسنگر بودیم، یعنی که یهودیان و ایرانیان در کنار یکدیگر بودن، نه فقط دوران اعلامیه حقوق بشر و بیانیه حقوق بشر که این پروانه رو داد که بیان معبد دوم رو بسازن، نه فقط داریوش دوم و شاهپور دوم و غیره. ما دو ملکه یهودی الاصل داشتیم در ایران که به هر حال شوشندخت و استر حملکات تومار اون رو در پوری ما میخوانیم. از این رو چگونه ما میتونیم فراموش بکنیم که آرامگاه های خبکوک هنوی در توی سرکان، در اصفهان سرح بد اشر و همینطور مردخای بستر در اکباتان در همدان، و جالب برای اینه که انبیای ما در این خاک و در این ایران بوم به خاک سپرده شدن، یعنی به قدری به عنوان یک یهودی ما خودمون رو اول از همه ممکنه ایرانی بدونیم بعدن اسرائیلی بدونیم، یعنی تا این اندازه این قدرت و قدرت فرهنگ پیشین و در کنار یکدیگر بودن. اندلس رو در نظر بگیریم، در اندلس ما بزرگانی رو داشتیم همینطور که رابی موشه بن مایمون که مایمونیتیز خوانده میشه، که ابن رشد و منطق و استدلال و آنچه که فلسفه نوین رو بود پای از آن کودفیکیشن و شریعت یهود، فردی بود که در مقام والایی هنوز که هنوز قرار گرفته، یعنی همیشه این تعامل فرهنگی وجود داشته. ولی آنچه که ما در مثلا آیین عیسوی، آیین موسوی گذرونی و آن رفرم بود، آنچه که ما با اصلاحات روبرو بودیم، این رو ممکنه در اسلام ما یافت نکرده باشیم. اون پروتستانتیزم اسلامی رو که ما ممکن در مسیحیت داشتیم در اسلام هنوز یافت نکردیم. از این رو دیگران هستن